سلام با همه دوستان امیدوارم حالتون خوب باشه من میلادم از کانال یوتیوب رابین و توی ویدیوی قبلی که معرفی دوره بود توضیح دادیم که تو این دوره میخوایم یک فروشگاه اینترنتی رو با هم بسازیم و در انتها پایتون رو به درگاه پرداخت بانک متصل کنیم توی این قسمت که قسمت اولین آموزش هست میایم محیط مجازی رو نصب میکنیم روی من روی اوبونتو نصب میکنم شما روی هر سیستم عاملی که دارید میتونید محیط مجازی رو نصب بکنید برای مثال مثلا میزنم virtualenv install install مثلا اوبونتو ورژن من 20 صرف چاره اینجا میاد میگه که چجوری میتونید یک محیط مجازی رو روی سیستمتون نصب بکنید اگر از ویندوز استفاده میکنید باز میتونید سرچ بکنید که چجوری میتونید یک محیط مجازی رو روی سیستمتون نصب بکنید خب من دارم از اوبانتو 24 20.04 استفاده میکنم به محیط مجازی رو نصب میکنیم روی سیستممون و بعد جنگا رو نصب میکنیم و بعد میایم اولین اپلیکیشنمون به اسم اکانت رو ایجاد میکنیم نکته که خیلی مهمه قبل از اینکه کار رو شروع بکنیم اینه که من پروژه رو قبلا ساختم و قرار دادم روی گیت هابم اگر وارد گیت هاب میلاد بشید اینجا توی قسمت ریپازیتوری هایی که پین شده میتونید اولین ای شاپ جنگ اولین ریپازیتوری رو باز کنید به این صورت و هنوز فایل ریدمی رو براش نساختم شاید تا زمانی که این ویدیو آپلود بشه من فایل ریدمی رو هم تکمیل کنم که اونجا قشنگ توضیح دادم دقیقا باید کار کنید برای کلون کردن پروژه ولی نکته که خیلی مهم اینه که اگر وارد این requirement.txt بشید به این صورت اینجا تمامی پکیج هایی که ما برای ایجاد این پروژه باید نصب بکنیم مثلا این پکیجی که ما نصب میکنیم که پایتون رو به درگاه بانک متصل کنیم که در مورد پکیج توی ویدیوی بعدی حتما توضیح میدم که در واقع پکیج چجوری کار میکنه چجوری نصب میشه و چه تنظیماتی رو باید انجام بدیم توی ویدیو بعدی کامل در موردش توضیح میدم ولی به محض اینکه پکیج رو نصب میکنیم چندین پکیج دیگه با این پکیج نصب میشه ولی مثال مثلا این پکیج زون اینفو هم نصب میشه من اومدم روی یک ورژن اوبونتو دیگه مثلا ورژن فکر کنم 22 بود اومدم پروژه رو کلون بکنم و به من ایرور داد نتونست این پکیج رو نصب کنه اومدم سرچ کردم توی گوگل فهمیدم که ممکنه نمیدونم مطمئن نیستم چون من روی سیستم دیگه تست نکردم شاید بعضی از پکیج ها با ورژن خاصی از پایتون کار میکنن و برای مثال من پروژه رو با پایتون سه نوشتم اگر من بیام اینجا پایتون سه ورژن رو توی ترمینال بزنم میبینید که ورژنی که ورژن پایتونی که روی سیستم من نصب هست پایتون 38 هست من اومدم با پایتون سه ده روی اوبونتو 22 پروژه رو کلون کردم و نتونستم این پکیج رو نصب بکنم سرچ کردم و فکر میکنم که مطمئن نیستم 100 درصد ولی فکر میکنم که پکیجی که در واقع این پکیج بر روی پایتون کمتر از 3 و 10 نصب میشه یعنی 3 8 3 اینا میتونید پکیج رو نصب بکنید و به این صورت ولی میگم که مطمئن نیستم حالا شما میتونید اگر که ورژن دیگه از پایتون روی سیستمتون نصب هست اگر میتونید پروژه رو الان کلون بکنید همه پکیج ها رو نصب بکنید ببینید اصلا پروژه بالا میاد یا نه این یه موضوع موضوع بعدی که اگر دارین قدم به قدم با من پروژه رو پیش میبرید کافیه که بیان اینجا و مثلا من از جنگوی جنگو 411 استفاده میکنم و بهتری که شما هم از همین ورژن جنگو استفاده کنین که بتونیم بعد در انتها کد هامون رو با هم دیگه مقایسه کنیم و بتونم رفش کار بکنم پس اینم از پروژه‌ای که من اینجا قرار دادم توی ریپوزیتوری اینم آدرس در واقع گیتابم خب من میام اینجا اینو میبندم فعلا یک ترمینال باز میکنم اینو بذاریم ببندم من اینجا یک پوشه ای توی دسکتاپ ایجاد کردم به اسم ای شاپ شما هر اسمی که دوست رو میتونی قرار بدید؟ من میام اینجا توی این پوشه یک ترمینال باز میکنم به این صورت الان دقیقا توی این پوشه هستم میخوام یک محیط مجازی رو نصب بکنم. گفتم که اگر از هر سیستم عامل دیگه استفاده میکنید میتونیم توی گوگل سرچ کنیم که چجوری میتونیم اونجا محیط مجازی رو با چه دستوری نصب کنیم خب من میام میزنم virtual env اسم محیط مجازی رو میذارم env به این صورت که محیط مجازی روی سیستم من نصب شد یک virtual environment خب با استفاده از دستور source توی لینوکس روی مک یا ویندوز برای اکتیو کردن محیط مجازی شما باید سرچ کنید چه دستوری رو باید وارد کنید خب من اینجا وارد پوشه ای این وی میشم بعد وارد پوشه بین میشم و اکتیویت رو میزنم به این صورت میبینید که محیط مجازی نصب رو حالا میخوام پایتون رو نصب بکنم همونجوری که گفتم باید پایتون ورژن بذارید بیام اینجا میبینم چه ورژنی بود توی requirements.txt اینجا میام دقیقا جنگوی چار یک یک رو من میخوام نصب بکنم خب با استفاده از دستور پیپ برای نصب کردن پکیج های پایتون و استفاده دستور پیپ اینستال جنگو بذارید کپیش کرده بودیم میام جنگوی چار یک یک رو نصب میکنم روی این محیط مجازی و بعد میگم چیکار میکنیم بعد یک اپلیکیشنی بسازیم اول یک اپلیکیشن میخوایم بسازیم به اسم اکانت ولی قبلش باید چیکار کنیم بعد بیام یک پروژه رستارت بزنیم با استفاده از دستور جنگو ادمین استارت پراجکت اسمش رو میذارم مثلا مای سایت یک پروژه رستارت میزنم به این صورت میبینید که اینجا یک پوشه ایجاد شد به اسم مای سایت خب من میام اینجا رینیم میکنم اسمش رو میذارم سورس به این صورت چرا چون که وقتی باز میکنم اینجا یک پوشه دیگه هست به اسم my سایت و این دوتا نمیخوام اسمشون شبیه به هم باشه پس اینو من میذارم سورس دقیق داشته باشید که تمامی روش هایی که من دارم انجام میدم شما برای هر پروژه دیگه رو میتونه انجام بدید یعنی اینا یک روش کلیه فکر کن یک الگویی که ما میام انجام میدیم و بعد شروع میکنیم به کد نویسی یعنی این چارچوب ها رو باید رعایت کنی یعنی من برای هر پروژه که میخوام انجام بدم دقیقا همین چارچوب رو تا یه حدی انجام میدم الان من آمدم اینجا خب بذاریم ببینیم کجا هستیم وارد سورس میشم به این صورت و بذاریم اینم تمیز کنیم خب الان وارد سورس میشم یه بزرگترش کنم کنم بهتر باشه درسته خب میام اینجا خب من اجداد پای رو میبینیم با استفاده از دستور پایتون پای میام یک create app فکر میکنم create app میام یعنی یک اپ جدید ایجاد میکنم به اسم اکانت اولین اپلیکیشن خودم رو ایجاد میکنم میگه که create app نداریم فکر میکنم start app بود درسته؟ ما سرچ میکنیم کاری نداره برنامه نویس همش باید در حال سرچ باشه خب استارت اپ جنگو خب داریم چیه سایت خود جنگو رو باز میکنیم داکیومنتیشنش رو خب میایم اینجا استارت پراجکت رو که ما انجام دادیم با ران سرور میتونیم پروژه رو ران کنیم اگر یک پورتی رو که داریم اگر پورت مثلا اه هشت سف سف سفرمون بسته است میتونیم این رو تغییر بدیم خب اینجا استارت اپ پس استارت اپ اسمش رو میذاریم اکانت به این صورت پس یه اپلیکیشن هم به اسم اکانت ایجاد شد خب من میخوام توی وی اس کود شروع کنم به کد نویسی. شما از هر آی دیگه که دوست دارید مد نظرتون میتونید شروع کنید کد نویسی. خب من کافی اینجا دستور کد رو بزنم نقطه و بعد پروژه توی ویس کود برای من باز میشه اگر من دقیقا در جای درستش پروژه رو ران کرده باشم بله به این صورت این که پوشی سورس رو یعنی شما باید اینجا در واقع جایی که منجرات پای رو میبینید اونجا پروژه رو ران بکنید به این صورت خب اینم بزرگترش کنم یا کوچیکتر نمیدونم دیگه خیلی کوچیک میشه امیدوارم که واضح باشه خب میام اینجا پکیج که من نصب کردم برای نوشتن کد فکر کنم یکیش جنگو هست برای میتونید اینجا سرچ بکنید جنگو و این پکیج رو نصب بکنید اینکه تقریبا 5 میلیون بار دانلود شده من این رو نصب کردم برای زیباتر شدن سینتکس ها و خود سینتکس ها رو هم میشناسه بعد جنگ و تمپلیت یه سری امکانات به ما میده که بتونیم در واقع میبینید هم جنگ رو توی HTML به کار ببریم دیگه چه چیزی نصب کردم حالا اگر توی دوره چیزی بزنم ذهنم رسید حتما بهتون میگم ولی خب این دوتا رو فعلا نصب بکنید خب بیام اینجا وارد مای سایت میشم و توی قسمت ستینگ بذار اینا رو پاک خب میام اینجا توی قسمت اینستال اپ چرا سیستم ها سرعتش پایینه حالا بعد توی ویدیو بعدی سیستم رو ریسیت میکنم خب من میام اینجا اکانت رو هم به اپلیکیشن های نصب شدم اضافه میکنم اینجا مثلا یک کامنت میذارم میگم مای مثلا اپس اینا اپای منه اینا اپای خود جنگوه که به صورت پیشورز نصبه خب اکانت رو من نصب کردم از دوباره میام اینجا ls رو میزنم به این صورت و با استفاده از دستور پایتون رو همیشه اشتباه میزنم پایتون منیج دات پای ران سرور رو میزنیم به این صورت خب میگه که چند تا فایل باید مایگریت مایگریت بشه الباش کاری نداریم ولی خب اینجا این رو کپی میکنم ببینید این رو پورت 8000 هست اگر اصلا پورت 8000 تون بسته هست میگن چیکار میکنه این فکر کنم اینجوری بود مثلا اینجا میزنید من روی پورت میخوام بازش کنم ببینید که اینجا جنگ رو این پورت باز میشه اگر که اون پورت به هر دلیلی بسته شد چرا کپی کردم به هر دلیلی مثلا در واقع در استفاده یک چیز دیگه باشه خب میام اینجا بذار اینا هم ببندم میام اینجا میبینید که جنگو نصب شده ورژن 4.1.1 و توی ویدیو بعدی شروع میکنیم به قرار دادن قسمت های مثل تمپلیت بیستاتی اشتی قرار دادن مدیا و استاتیک و تنظیمات مربوط به فایل های استاتیک و اینا خب اگر که وارد گیت شدید میتونید من رو اینجا فالو بکنید اگر وارد پروژه شدید میتونید به این پروژه یک ستاره بدید باعث دلگرمی من میشه و نکته دیگه که میخواستم بگم و همین دیگه توی ویدیو بعدی میبینم اتون